ما دا این ویدیو سرسه موضوعات بحث میکنم یکی یوتیوبر افغانستان به نام اجمل حقیقی و همکارش خلام سخی و دویم جواب احمد شهرام استاد شهرام جواب سرشان که ویدیو جور کده او موضوع رو بحث میکنیم و همچون سویم امروز که رو طالبا گرفتار کردن باید همراهش چی شود او رو داخل در دا ویدیو ما سرش بحث میکنم بیایم سر اول موضوع سر اجمل جان صحبت میکنیم اول از یاد ما میکشیم که این موضوع گرفتاریشان این نشده که اینا امروزی کار کدن و ای فرداش گرفتار شدن این رو بعد از یاد نکشیم که اونا یک تاریخ دارن در افغانستان در جامعه افغانستان این هم از یاد نکشین که اجمل و همکارانش سرکار بسته میکدن و در ولنتاینز روز ولنتاینز اونا مدلینگ شو میکدن پیش روی مسجد و خورای برادرای ما و همچنان مادرای ما را دخترای ما را لچ میکدن دو جا کت واک سرش میکدن که تا دوگه مردان آنها رو ببینم و لباسی که هیچ در جامعه افغانستان اسلام خو بسیار دور بان که هیچ راضی همراهش نبوده لیکن ما بسیار متاسف هستم که دو وقت هیچ کس در سوشل میدیا و همچنان هیچ میدیا سرزی بحث نکد که متاسفانه ای لباس افغانی نیست ای لباس خلاف شریعت هست ای اعمال خلاف شریعت هست خصوصا به همراه مردای زنا کونه جا پیش میرفتن هیچ کس سرش بحث نکرد و اونها پیش رفته او می رفتن د وقت جمهوریت بلکه پولیس و نظام به اونها امنیتش می گرفت و هیچ کس ده ای تشویش نبود که کار میکنن ای غیر شریسته و اسلامی نیست با دو, ویدیو هم جور میکردن که کسایی کرا را می میکردن کسایی را پروپوز میکردن خنده می داشتن و دی خنده اگر آیتای قرآن هم ذکر میشد اگر زورش خان هم میشد بهترامی هم میشد بهترامی هیچ مشکل نبود به خاطر که مهم چیز دی ویدیوز ویوز است کلیکس است و مقدار انکم از او و شاباس از بیرون افغانستان از داخل افغانستان همی برادر عزیز ما که به خود سیکولر مادرن و دموکرات میگن اونا برشان شاباسی میدادن و ماشالله برش می نمیشنه میکدن. لیکن امروز که به جرمی که او گرفتار شده، به جرمی که او باید از پرسان شوه که سر تو چی گفت؟ برادر چرا این کار رو میکنی؟ کل مردم میان و ورخطا شدن که چرا این کار میشه؟ چطور چطور این ای تاریخچی اینا بوده یعنی تاریخشان کدام تاریخ پاک نیست یه ای یک چیز بسیار واضح است تاریخشان نیست که همیشه رفتن به جامعه افغانستان خدمت کردن کار کردن و انانات افغانی ما اسلامی ما را احترام مانده نه همیشه اونا کوشش کردن چطور تو اونا را فاش کنن و مردم نشان بدن چطور ما به نظریات غربی بسیار رازی است و بسیار خوش است نسبت از نظرات اسلامی و افغانی خود ما می سر شهرام جام صحبت میکنیم استاد شهرام ای را باید بگویم بدون شک یک انسان بسیار متقی و یک انسان مؤمن و یک انسان که میتونم فامیل خودم همراهش علاق کنم و برم به سفر یک از سرش اعتبار دارم به داریش خودش به انسانیتش به شرافتش به دلدردی و به همه چیز و او هرگز ای پلان نکده بود و نه در ویدیو خودش گفته ایرا را ما دیدم که اونا باید گرفتار شوند یا سکنجه شوند این کار نظام است و من خلاف گرفتاریشان نیستم من حالا که راضیستم. راضی خوب شد گرفتار شدن کسان پرشان شود که خیرت سر تو چیگه پس حبیبی چرا این کارا را میکنی ای یک موضوع خوب است لیکن این مردم از یادشان میره که صدها مردم در سوشل میدیا در مساجد در مدارس در دفاتر سرزی موضوع صحبت کردن به خاطر چند روز پیش دختره پروپوز میکرد و ویدیو میکرد و چیزی که کلتور غربی یک چیزی که این پرانک های ما از کلتور اسلامی افغانی نیست لیکن شارام که بهشان نصیحت کرده او مردم سرزی بحث میکنن که شارام تروریست است شارام آیسس است شارام فلان است شارام بیستان است بخاطر چرا سرزی در سوشال میدیا بحث کرده من ایر قبول دارم حکمت این می بود که ای اجمل و همچنان غلام سخی کسی که مشکل عصبی داره امروش نزدیکش می رفت امروش صحبت می کرد دمو یک ویدیو امروشان می فهمندن که موضوع چرا رقم است لیکن اصول فقه ای را هم اجازت میده کدام کار که در بین مردم یا پیش روی مردم شوه ای بهتر است که پیش روی مردم و اصلاح شوه تا مردم فکر نکنن که چیزی که شده کار عادی است و یک نفر سویم از او درس نگیره که ما این کار همچنان کده میتونم. یعنی از نگاه اصول و فقه و علما ای اسلام ایده اجازه میدن. لیکن بازم با دیدن جامعه ما با دیدن حالت امروزی افغانستان این بهتر می بود که شارم جان امروش می رفت و نزدیک صحبت می کرد اگر یک ویدیو هم جور میکردن یک جای مشکل نبود لیکن هر کس که شارام در این مورد ملامت میکنه که شارام اینا رو بندی کرده واسه یا سرزی ویدیو جور کرد به خاطر نظام خبر شد و اونا رو بندی کردن کاملا درست نیست به خاطر ما خود هم صدها ویدیو رو دیدیم که مردم سرزی بحث کردن در مساجد در جمعه خطبه مردم سرزی بحث کردن که چی جریان داره در دا پیش این جریان داشت و عالم جریان داره این باید شوه و با خاطر نظام سرش الی می سر گپ که دولت باید امرایشان چی کنه نظام باید چی کنه نظر شخصیم چیز ما به این فکر هستم درست از شان سوال شد که کارا چرا کردین و خودشان پشیمانیم نشان دادن معذرت هم خواستن خلاص باید اینا معاف شون و اینا باید رسخات شوند، بندی نشون این نظر شخصیم است به خاطر کل ما اشتباه میکنیم و کل بنی فی خطا کل ما اشتباه هستیم او اشتباه کرده سر اشتباه خودش یعنی قبول داره که ما اشتباه کردیم کله افغانستان قبول داره کو اشتباه کړه هر مسلمان سازش شاید از کو اشتباه کړه لیکن کو معفرت کړه الله سبحانه و تعالی ماف کنه بعد ای موضوع نه به محكمه بره نه به قضا بره و نه کوم باندی شون به خاطر چروا که ما مردم از اسلام دور خوت کډیم دیجه اشتباه شوهه اشتباه رو قبول کړه مردمم خبردارن که اشتباه کړه که د یک از شکم نداره کو اشتباه کړه که سی که د شک در کو اشتباه نس او به ایمان خو چک کنه و ای موضوع بهت پېش نره اولی میام به حقوق جهانی بحث میکنیم حقوق عفو که را گفته که باید اینا آزاد شوند و ما امرشون راضی است ما پیش گفتم ما خودم میخوام که اینا باید آزاد شوند اگر حقوق جهانی درباره یوتیوبرای افغانستان قد تشویش است چرا مردمی که در گونتانما بیستن در تشویش نیست چرا هزاران مسلمان ها که امروز در بندیخانه غربیا ها بند به اونا کدام فتوا ندادن وحی ندادن چیزی نگفتن که چرا باید اینا بندیستن و بندی خانش باید ازاد شوه اسی صدیقی که دوازده سال زیاد میشه که او خودش بندیست، فکر میکنم 25 سال است که او بندیسته بدون کدام جرم که سر ثبوت شده چرا به او کدام نامه نمیدن که اینا باید ازاد شوند این خودش یک منافقت و هیپوکریسی یک رزالت است در مسائل شخصی یا مسائل داخلی افغانستان دست میزنن لیکن مسائلی که سر چشم خدا پرد کردن سر زی بحث نیست چرا دختر دو جورنالیست که در اسرائیل کشته شدن و زده شدن و کل مردم را قبول کرد که زاینست اونا را کشتن ایدیف اونا کشتن دو او چرا یون و ای بحث های امی موسات و نهادا سرش بحث نمی کنن. لیکن سرچی یک قدر بیکار هستن که در افغانستان یکی یوتیوبر بندی میشه او هم سازو که خودش هست اشتباه را قبول کرده این معلوم میشه که ما را د جنگ بندوزه. و می خاطر برادر خوار عزیز ما در یک جامعه هرگز هم صد فیصد کل مردم اهل نخواد بودند در یک جامعه حتما و هر وقت ای بوده که در جامعه یک نفر نه اهل است جهل است و همراه وزن به شفقت و محبت پیش رفته شود هرگز باید تمره زور زبردستی نشود. اگر یک کس ظالم است و او جهلتش به ظلم پیش میره و به سبب جهلت دیگه مردم میشه و به یک چیز افراد میشه و مردم از دین دور میکنه از انسانیت دور میکنه از شرافت دور میکنه با او باز بدون شک نظامی شکنجه هستند که باید بندی شود و به محکمه معرفی شوه لیکن که ویدیو رو ما خلاصه کنم اول اجمل حقی کدام انسان نیست که پیش زو ای کار نکده با, 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 با اندستری غیر اسلامی نمبر دو اشتباه کده خودش قبول داره و کل مسلمان ها قبول دارن افغان ها قبول دارن سویم شهرام جان مسئول گرفتاری از نیسته. نیست شهرام فقط یک نصیحت برش کرده و اون نصیحت که ما خودش خودم شنیدیم هیچ چیز ده بنش منفی نبوده ما تایید میکنم که حکمتی می بود که امرش نزدیکش میرفت صحبت میکرد لیکن آنلاین هم گفته با بنیاد اصول فقه کدام کار اشتباه نبوده چهارم از دولت افغانستان از نظام افغانستان خواهش میکنم که اینا را اعلام کنن و اشتباه را قبول کردن و نیاز نیست که مردم از نظام دور شوان به همرا اسلام خدا پیدا کنن ان مطمئن هستم که اشتباه دیگه تکرار نخواهد کردن و نیاز نیست که ما هم در بین خود به دیگه خود دو بزنیم بعد رد بگوییم به خاطر که این طرف نفاق میره ما باید کوشش کنیم ازباب پیدا کنیم که چرا شده اتفاق پیدا کنیم و هیچ نیاز نیست که عمل اجمل ما را از دیگه یک دیگه دور کنه انشالله که امید دارم که ویدیو شونده باشین و نظر شخصی ما هم شونده باشین و ما کوشش میکنیم هر نفر که دیجه هست بشان دوام میکنیم که اجمل خداوند بهش هدایت نصیب کنه و کل ما الله سبحانه و هدایت نصیب کنه